نخستین حزب شیعی اسلامی سوئد نام برای شرکت در انتخابات پارلمان سوئد در سال 2018 میلادی را درخواست کرده است. یاسین نخستین حزب اسلامی سوئد با درخواست سبتنام برای انتخابات پارلمان سوئد ضمن اعلام احترام به قوانین اهداف خود را کمک به توسعه کشور برطرف کردن فقر و جنایت و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی توصیف کرده است این حزب مستقل تلاش دارد حقوق تمام مردم را حفظ کند اما تاکید آن بیشتر روی اطباء مسلمان خارجی است حزب یاسین در درخواست خود گفته است قصد دارد ضمن پایبندی به دستورات قرآن کریم قوانین اسلامی و سنت امامان شیعه را الگو یا رفتار سیاسی خود قرار دهد اعضای این حزب از شیعیان هستند و در وبسایت خود ضمن ابراز انزجار از سنیهای های تند رو از تمام مسلمانان استقبال کردند در وبسایت حزب یاسین نوشته شده است هدف این حزب انتشار اسلام حقیقی است که امروزه فراموش شده و تنها با چهره جنگ شناخته می شود مهدی حسینی دبیر ایرانی تبار این حزب در این باره گفت سیاست های احزاب سعودی تاکنون نتایج خوبی نداشته است و شاید یک حزب دینی بتواند نقشی مهم را در متحد ساختن مردم سوئد ایفا کند این حزب با اعلام پایان آوردن سن بازنشستگی تا 55 پنج پنج سال برای ایجاد اشتغال به عنوان یکی از ایده های خود و همچنین شعار دفاع از حقوق مهاجران سوئدی توانسته است 450 رأی مثبت از 1500 رأی لازم برای ثبت نام رسمی در انتخابات را اخذ کند